وزارت دفاع عراق از دریافت هواپیماهای جنگی روسی برای مبارزه با نیروهای داعش خبر داده است. به گزارش وزارت دفاع عراق، دولت حیدرآبادی همچنین در انتظار دریافت جنگنده‌های F-16 آمریکایی است. دولت عراق میگوید نیروهای نظامی آن کشور برای مبارزه با پیکارجویان داعش به تسلیحات بیشتری نیاز دارند. علی جوانمردی از اربیل عراق بیشتر توضیح می‌دهد. خالد عبیدی وزیر دفاع عراق اعلام کرد که هواپیماهای جنگی M-35 و M-17 ساخت روسیه رو امروز تحویل گرفتن و از امروز این هواپیماهای جنگی به جنگ علیه داعش میپیوندند. خالد عبیدی که در بازدید از مرکز هوایی بغداد صحبت میکرد گفت که عراق در مبارزه با داعش متعهد خواهد ماند. نیروهای مسلح عراق مسلماً نقش بزرگی در شکست داعش دارند. این جت‌های جدید عراق هم همچون گذشته قطعاً نقش مهمی در پشتیبانی از نبرد با داعش بر عهده خواهند گرفت. به گفته خالد عبیدی از امروز 800 دستگاه خودروی حامل آمریکایی یا خودروهای زرهی رو هم به جبهه‌های جنگ علیه داعش در انبار فرستادن. همچنین به گفته وزیر دفاع انواع سلاح‌های سنگین روسی و آمریکایی هم به مناطق مختلف جنگی انبار منتقل شدند. وزارت دفاع عراق امروز همچنین تصاویری رو منتشر کرد از بمباران هوایی مواضع داعش توسط جنگنده‌های آمریکایی. وزارت دفاع عراق در بیانیه‌اش گفته که این جنگنده‌ها موفق شدند که مراکز داعش رو در نقاط مختلف انبار هدف قرار بدند. هنوز هیچ رسانه مستقلی تایید نکرده اعتبار این ویدیوها رو. آسوشیتد پرس هم گزارش داده که روشن نیست این ویدیوها در چه تاریخی فیلم برداری شدند. از سوی دیگه بامداد امروز نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا 19 بار مواضع داعش رو در عراق و سوریه بمباران کردند. و دست آخر این که منابع امنیتی عراق از حمله خودروهای حامل مواد منفجره داعش با راننده‌های انتحاری به مواضع دولتی در بیجی در شمال بغداد خبر دادند که دست کم باعث کشته شدن 10 نظامی و زخمی شدن 35 تن شد. علی جوانمردی، اربیل کردستان عراق، صدای آمریکا.